خودشناسی دوباره واقعا یک کسی ممکنه با یک تلنگر بر وجودش موفق بشه به اون حقیقت وجودی، به اون لیلت القدر برسه که حالا مورد سوالات بعدیتون بحث مطلع فرد و اینها برمیگرده به لیلت القدر. حالا من این لیلت القدر رو نگه میدارم که خود بقیه دوستانم بیان چون مناسبت پیدا کرده راجع به لیلت القدر و مطلع فرد و چند تا موضوع دیگه که متناسب از با ما صحبت بودم که همه دوستانم باشن اینو نگرده. چه کسی در کجا به لیلت القدر خودش برسه ثابت نیست، متغیر و واقعا ممکنه به کسی سالها و سالها و سالها لیلت القدر رو فقط یک شب بدونه، چند شب بدونه، همش هم از دست بده، بقیه ایام سال هم از دست بده، ولی یک کسی به اصطلاح بتونه با لیلت القدر خودش در وسط یک روز حالا یا تابستون یا زمستون یا پاییز یا بهار برخورد بکنه و به این مطلب برسه که وندر اون ظلمت شب آب حیات هم داره، به اون آب حیات برسه. آب حیات چیه؟ آب که آگاهی است. آب حیات نه این آب حیات اینجا که مثلا ما 90 سال 80 سال نمیدونم 70 سال زندگی میکنیم، مثلا میشه 150 سال، میشه 500 سال، میشه 1000 سال. آب حیات، آب حیات عمر جاودانی است. اونجا که گفتم مثل خودش جاودانه خواهی شد و خضر هم دنبال آب حیات میگشت، نه آب حیاتی که بخوریم عمر 1000 سال پیدا بکنیم، آب حیاتی که به آگاهی دسترسی پیدا بکنیم که مثل خودش جاودانه بشه و این مسیر رو تا آخرش بتونه ما رو ساپورت بکنه. وگرنه اینجا که میدونید عمر جاودانی یعنی نیازمندی جاودانی، در این مقطع عمر جاودانی یعنی نیازمندی ابدی. اگر به ما عمر جاودان بدن یعنی ما رو تا ابد و در چگاه کردن اینجا محتاجمون گذاشتن. بنابراین میدونید که رحیمیت الهی اینه که الهی راجعون، یعنی نمیذارم اینجا بمونید، اگه میموندیم که بیچاره بی بود، همش دنبال گوشت و نون و بقیه ماجراها میواسی میدهیم تا اول این در از ظلمت و از سیاهی شب به سوی نور و روشنایی حرکت بود. پس ما در لیل و در شب قرار داریم و در ظلمت قرار داریم. یکی از مفاهیم حرکت به سمت کمال در واقع حرکت از این ظلمت و از این تاریکی و این شبی که در اون قرار داریم به سمت روشنایی و نوره و در همین ظلمت و در همین لیل هست که میبایستی قدر رو بشناسیم و به منزلت خود و به منزلت هستی پی ببریم. پس در واقع لیلت القدر شبی است که در اون قرار داریم و قدری است که در آن بهش خواهیم رسید و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادن و قراره در این ظلمت و در این تاریکی به آب حیات برسیم. ماجرایی که قرار ما در این ظلمت شب به شناخت قدر و منزلت، قدر و منزلت خودمون و هستی نائل بشیم. خب اگر این اتفاق بیفته اتفاقاتی که باش روبرو میشیم تنزل و ملائکه و روح که بدونید بحث روح القدس، بحث حالا خود موضوع روح بسیار مفصله، در این صورت بر ما مسائل آشکار میشه و به اصطلاح تا زمانی که در این ظلمت هستیم، در این ظلمت و تاریکی هستیم
به یک سلامتی و امنیت میرسید. تا اون طلوع فجر، تا اون طلوع فجری که اتفاق میفته و در اون روشنایی که قرار میگیریم یک امنیتی رخ میده، یک امنیتی اتفاق میفته و یک در واقع سلامتی، نه سلامتی جسمانی که این محال ممکنه، چون قرار نیست که انسان سلامتی جاودانی پیدا بکنه. سلامتی جاودانی یعنی نیازمندی جاودانی، برای اینکه باید اینجا بمونه و این نیازمندی رو در واقع پشت سر بگذاره. خب پس در این صورت اتفاقهای بسیار زیادی خواهد افتاد و اون آب حیات یعنی رمز زندگی جاودانی در این چپه الیه راجعون، اناللله و انا الیه راجعون رو باش برخورد باید کرد. خب حالا یک موضوع اینجا پیش میاد که شب غرب چه شب است و آیا شب خاصی است یا شبهای خاصی است یا همه شبها و همه روزها و همه لحظات در واقع لیلت القدره، یعنی موقعیتی که در اون ما به شناخت قدر و منزلت خویشتن برسیم. حافظ میگه قدر خویش نشناخته، یعنی چه؟ و اینه که حالا قرار ما به این مسئله و به این مطلب برسیم. همه یه لحظات، لحظات قدره، همه یه لحظات هیچ تعطیلی بر اون نیست و اگر در این ما در واقع شبهایی به این عنوان انتخاب شده برای اینکه یادآوری باشه، یادآوری بشه که ما همچین مطلبی رو در پیش داریم و لازم هست که با لحظه قدر خویش آشنا بشیم. همونطور که در واقع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در لیلت القدر خودش قرآن رو یاد کرد، توجه فرمودید؟ در لحظه لیلت القدر خودش قرآن رو یا با قرآن آشنا شد و به هر صورت ما هم با قدر خودمون باید با اون لیلت القدر خودمون برخورد کنیم. خب به صورت یادآوری و نمادی در این ماه و بعد از این شبها هم هر شب و هر روز، تو ممکنه که ما درست در وسط یک روز به شناخت قدر خویش نائل بشیم. ممکنه یک شیوه فکری باشه که تصور بشه که همین چند شب و این چند شب هم افرادی منتظر باشن که از آسمان ملائکه بیان و چیزی ببینن. مسلماً نخواهند. اگر کسی اینطوری فکر کنه مسلماً و هرگز چیزی رو نخواهد دید و خب این شبا میگذره، دوباره میبینیم که چیزی تو دست ما نیست. لذا ممکنه این مسئله رو دوباره بگیم، خب امسال که نشد، حالا تا سال آینده یک سال به تعویق بندازیم، در صورتی که این شبا حتما ازش استفاده خواهیم کرد، اما در صورتی که نیافتیم بدونیم فردا، از فردا، از این فردا، هر روز و هر لحظه در واقع لحظه مناسبی است تا با اون قدر و منزلت خودمون آشنا بشیم. خب به قول مولانا همونطور که خوندیم، حق شب قدر است در شبها نهان، تا کند جان هر شبی را امتحان. نه همه شبها بود قدر ای پسر، نه همه شبها بود خالی از آن. و این موضوع پیاممون باشه که در واقع لحظه به لحظه بدونیم که میتونه لیلت القدر ما باشه و میتونه در اون چیزی پیدا بکنیم و به این ترتیب ما لحظات پرارزش زندگیمون رو از دست نخواهیم داد.